دوباره خوش آمدین ادامه برنامه صبح زندگی باز هم با شما هستیم کسایی که تازه از خواب بیدار شدن صبح شما بخیر باشه حفیظ امیری با مهمانشان خیلی یک بحث خوب داشتن بعض آلات هست که انسان هیچ نمیتونه چی بگوید چی، چیگونه کنترل بکنه خب باز هم با شما هستیم ما را همراه باشین مهمان گرامی آرش احمدی مربی فن بیان با ما هست در به قضاوت کردن میخوایم صحبت بکنیم که خیلی هر دقت کرده باشین در خیاب زود قضاوت میکنن که احمد خوب است یا محمود خراب است اما این قضاوت کردن آیا کار درست هست یا خیر صبح بخیر خوش آمدید سلام صبح شما بخیر صبح بینده های عزیز بخیر خوشحال هستم که بعد از یک هفته فکر کنم باز بعد میبینم. از یک هفته گذشت نام رو تو تر تازه اومدین امروز قربونت ما شیپ و تغییر دادیم قبلا ما زیاد دریشی میکردم نکته بله. یا باز گفتم خوب است آدم عادی باشه کژوال خوب هست. هر زمان که آدم در هر لباس باشه باید قضاوت درست آدم بکنه. <تصفاف> ما قضاوت ما این گونه است که شما خیلی سرال با انرژی با روحیه هستید. برای من خیلی جالب بوده که خیلی از اساتید و کسایی که پیش مردم معمولا می باشن فکر میکنن که اگر لباس خیلی رسمی بپوشن حتما قضاوت مثبت البته این قسم جا افتاده بین مردم بین ما تغییرش بتیم دیگه تا اگر از لباس هم شده شروع کنیم و در برنامه مثلا ساده تر بیم و اگر جای سیمینار داریم یا کارا علمی میکنیم رسانه میکنیم در کل قسمی که بزرگا گفتن چیزی که من هستم من هستم در کسی که درباره من میگن او او من نیستم قضیه فکری ذهنی و... بله. خب بله خب موضوع ما انتخاب کردیم در رابطه با می قضاوت کردن در افغانستان زیاد رواج است که زمانی که در یک مجلس نشسته باشی از جای بلند شوی بری یک نفر در در یک قضاوت نادرست میکنه یا یک جمله را میگه که دیگر دوستا باز قضاوت میکنه شاید همین گپ باشه میخوایم سر نخ از قضاوت کردن و کسایی که قضاوت نادرست میکنن و کسایی که آگاه نیستن قضاوت میکنن چی خواهد بود خیلی عالی قضاوت کردن در کل قسم که از نامش پیداست میاییم ما دم نظر به قاید خودمو ما باورای خودمو و ما بس هفته قبلی ما جهان درونی خودمو قضاوت میکنیم بله. خوب خوب است آخر ما قضاوت استفاده نکنم کنجکاو میشیم در مقابلش یا بررسیش میکنیم یا حرف حدیثای در مقابلش میکشیم که واجه های مترادف بتانه کمک ما کنیم بله. ای برمیگرده به ای که ما کی هستم و شما کی هستین و چطور آدم ها رو ما شناختیم چقدر مطالعه کردیم نکردیم جهان درونی خود ما را با جهان بیرون از خود ما آیا ای پلشه وصل تانستیم یا قطع شده این مسائلی است که ربط میگیره به قضاوت کردن و ای که چرا باید قضاوت نکنیم و کنیم در دا خود خواد داشتیم بخیر بله و کسایی که زود قضاوت میکنن حالا شرایط امروزی دنیای مجازی فیسبوک ها هر چیز را پخش میشه شاید زیادتر همه مردم دربارش قضاوت میکنن آیا گروه امارت اسلامی افغانستان این است آن است اون است اما این هم برمیگرده به این قضاوت کردن این قضاوت نادرست پس چی کار باید بکنیم که ما خود ما نگذاریم قضاوت نادرست بکنیم یا سایر کسای دیگه خیلی عالی یک جمله همیشه دوستا یادشان باشه من حتی پیشنهاد میکنم در اتاقشان بنر بزنن که قضاوت کردن ممنوع ممنوع هر نوش که باشه ممنوع بازی که چرا ممنوع خود بس کردیم بلد. البته بعضی از وقتها قضاوت ها خوب است به اساس چند تا میارات که خود پیشنهاد کردیم ممنوع. اما در کل قضاوت ممنوع این که چرا قضاوت میکنیم چند تا کلان داره اولیشی که ما هنوز امرای خود کنار نامدیم ما آدمایی رو میشناسیم دمی جامعه افغانستان و حتی جهان دیگر زندگی میکنن که خودش خود نشناخته تا حل نکده خود این حل کردن خودش به این مفهوم است که شما میرین کتاب میخونین که صلح بر شما تعریف شود جنگ بر شما تعریف شود عشق تعریف شود خانواده تعریف شود اما خیلی از وقتا ما خود خود تعریف نکردیم نحن. مثلا اگر از شما سوال شود شما کیستین چند تا مؤلفه کلان و ویژگی خاص شاید نشد خیلی از وقتها گفته نتونین من مثال میگم سطح، سطح. یا خیلی از دوستای دیگه برعکس ما آدمای دیگه رو براحتی تعریف کرده میتونیم چون درگیر هستیم معمولا امرایشون شما دیده باشین آدمای مشهور جهان معمولا براحتی موارد قضاوت دیگر رو قرار میگیرن چون رفتن در دل آدما چون امرای خودشان کنار آمدن خودشان حل کردن دیگه شما آواز را اگر میشناسین خیلی مطرح باشه از مطرح بودنش بگذاریم تأثیر گذار باشه یا فوتباله رو هر بازیکن دیگه یا نویسنده کتاب باشه سخنران باشه مربی باشه هر کسی که باشه براحتی قضاوت میشن از طرف مردم به خاطر ازی است که معمولا خودشان حل کردن آدمایی که قضاوت میکنن یک گپ کلانه که ما میخوایم براشون بگم در ذهنشون بول چوه که لالا خواهر خدا حل نکردی خودت بر خودت هنوز مفهوم نداری خدا واقعا نمیشناسی و ای خیلی شاید حرف وحشتناک باشه ترسناک باشه که ای والله یادم چی میگنی من خدا واقعا نمیشناسم من کی هستم واقعا خیلی از وقتا خود نشناختیم نمیفهمیم که خواست های واقعی ما چیست این خواست مربوط خود ما بوده یا کسای دیگه بر ما داده آیا مفاهیم که بر ما تبدیل به ارزش اجتماعی شده یا ارزش فردی شده آیا این مفاهیم از طرف خود ما حل شده بوده خود ما بدون بارش بودیم خود ما حلش کردیم یا کسای دیگه بر ما تعریف کردن که میشه مثل ما یک آدم باشه یک استاد دانشگاه باشه یا یک نویسنده کتاب هر کس دیگه باشه من نمیگم که از آدمای دیگه یاد نگیریم من نمیگم که مفاهیم ارزش ها را نفهمیم اما یاد ما باشه هر چیزی که یاد میگیریم باید بریم به طرف عملگرا شدنش یعنی ما باید برای خودمون مفهوم بتیم صلحی که تعریف شده در یک کتاب عشقی که تعریف شده در یک کتاب باید برای خودمون مل شده باشه به با که مردم عشق ها قضاوت میکنن مفاهیم قضاوت میکنن صلح جنگ اتفاقات که هر روز میفته این یک مسئله کلان شما اول که ما خود حل نکردیم مسئله دوم آدما معمولا هیجاناتشون رو مدیریت کردن نمیتونن میرن به دنبال قضاوت کردن و چطور مفهوم میته این مثلا یک آدم آمده در لحظه سرابی شده استرس پیدا کرده درگیر ذهنش اصحابش خراب از خلاصه خانم خود دفتن قضاوت میکنه در امون لحظه بهترین اتفاق مگر بیفته بر از اون مفهوم نداره و حل نمیشه شما دیده باشین یک جوان یک اتفاق بر خودم که افتاده یک روز دانشگاه میرفتم و نوخ شده بود و بر من هم میخواست اجازه به داخل شوم تقریبا 15 دقیقه نوخ شده بود ما در امو لحظه اصابم خراب بود اتفاقات قبلا بر ما افتاده بود من تجربه کردم عملا که من خودم مدیریت کردن نتونستم استاد استاد قضاوت کردم و امروش بعد بیرا گفتم ما که همیشه حرف زدیم و مو لازم ما جان خود مدیریت کرده نتونستم و استاد قضاوت کردم که استاد مرا درک نمیکنن مرا نمیفهمن در حالی که کار درست نبود مهم. استاد من نیستم ما استاد نیستم شما من نیستین ما شما من نیستم مهم. هر آدمی در جهان خودش یک سلسله مسائل داره که هیچ ربط به دیگرا نمیگیره او کسایی که قضاوت میکنن اونا چه گونه افراد اشخاص هستن آدمایی که قضاوت میکنن حسود هستن معمولا حسادت دارن خودشان حل نکردن هیجانات خود مدیریت نکردن و مطالعه درست ندارن ما همیشه گفتیم که کتاب خواندن درگیر بودن به وقایی که خود ما به هستیم نه که وقایی که بر ما معمولا در صفات اجتماعی یا مردم میته دانایی و آگاهی مردم امروزه فکر میکنن که خیلی زیاد شده در حالی که آگاهی ها و دانایی معمولا چیزای نبودن که خودشان به هستن و اکثر این مسائل خبر بوده اکثر از این مسائل واقعیت های نبوده که واقعا ما مفهوم واقعیت برش بدیم در کل ما واقعیت نداریم خو از این بس که وقت میگیره بله. ما شخصا کل گپ پیام اصلی جان کلامی است که بدنبال حل مفاهیم توسط خودمون باشیم چیگونه باید حل مفاهیم توسط خودمون ردیابی بکنیم پیدا بکنیم و بشناسیم کتاب بخوانیم خیلی مهم از کتاب خواندن ای که چطور میخوانیم چه وقت میخوانیم در کجا میخوانیم کدام کتاب میخوانیم مهم است خیلی از دوستان میگن که نه ولی بعد هر کتاب را گیر کردیم دیگه بخوانیم نه یک چیز خیلی جالب ما آدما هر چیز را نمیخوریم درست خیلی از ها در روی دو سرخان ما سفره ما همه غذای هست. مختلف است اما ما تمایل ما به دو سه نوع غذای خاص است بله. برکرش نیاز, نیاز نداریم چون همون را دوست داریم این مساله درست اما گهگاهی دیده شده که بعضی از غذایی که ما نمیخوریم بر ما مفید است ما علاقه نداریم مم. پیام ما برای جوان برای مردمی است که فقط روانشناسی نخوان دیگه خیلی تکراری شد دیگه فقط فلسفه نخوان فقط دیگه دین نخوان فقط سیاست نخوان جهان ذهنی تا جهان کتابیت تا محدود نکن به هر اندازه که ما در یک بخش خاص کتاب خوانده باشیم البته من مطالعاتو میخوادم میگم مطالعاتو را میگم با مو اندازه محدود هستیم و راحت قضاوت کرده میتونیم ما یادم هست که یک ویدیو را استاد قاطیام اینجا حضور دارن شیر کرده بودیم در صفحات اجتماعی دوستان آمده بودن سخنانی ما را نقد کرده بودن که بر ما خیلی جالب بود من قبل از اینکه برم رپلی کنم برای جواب بدم که معمولا در فیسبوک رپلی باز نیستم صفحه دیدم که آدم چیکاره است آیا مرا میشناسه کار مرا بلد است یعنی رفتم که جهان کاریش معمولا مسائل اقتصادی بوده برای من خیلی خنددار بود که یک آدمی که جهانش محدود فقط با اقتصاد است ها. می کار رشد فردی و کار موفقیت و این مسائل را نقد میکنه در حالی که خیلی از وقتا من بر خود جرات نمیتونم که یک دکتر را برایتی نقد کنم جدا خیلی. از اینکه مسائلش رب بگیره به من بله. پس این یاد ما باشه که ما جهان خود محدود نکنیم مطالعات ما عمیق باشه و واقعا بخونیم بله شرایط زمان و مکانش هم مهم است دقیق نکات خوب را شما هم اشاره کردیم بعض خیلی خوشایند است می خوایم زیاتر گپ بزنیم کسایی که نقد میکنن میخوایم به اونا پیام بتونم داشته باشیم و کسایی که در امروزی سر تا سر افغانستان کلان قضاوت میکنن کلان در دستشان فقط این قضاوت کردن است به اینا چی گفتیم پیام آخر است یا صحبت ها خواد بود هم به اینوان آخرین همه جمعندی هم کمرا گپ بزن بله لالای گلم و خیلی مشهور شد بین مردم اتا خیلی از پیام میکنن اما لالای گل حتما در برنامه بگو لالای گلم خواهر گلم نقد کردن ممنوع یک قضاوت کردن ممنوع دو چرا یک تو هنوز اگر خدا نشناختی حق نداری قضاوت کنی دوم جهان درونی خودت با جهان بیرون از خودت رب بده چطور رب میدی مطالکو وقت بگذار عمیق مطالکو فلسفه بخوان جامعه شناسی بخوان دوان شناسی بخوان اقتصاد بخوان از هر چیز چیزایی برای خود بردار و تو بتانی آدم شوی که در جهان بیرون از خودت واقعا زندگی کرده بتانی یاد ما باشه تجربه زندگی فقط کمک نمیکنه تجربه پدر فقط یک شعار با تمام معنا پوره بوده نمیتونه یاد ما باشه کتاب خواندن قرار گرفتن در شرایط فیل کمک ما کردن میتونه و یادتان باشه که نوشدار و بعد مرگ فایده نداره هوای هم داشته باشین قربان تان دوستان دارم سپاسگزار از حضورتان آرش احمدی مربی فن بیان نکات خوب موضوع خیلی خوبه اشاره کرد قربانتان شما شما سلامت باشین بخیر